آقای زمانی تبریک. قربان شما، من هم به شما هم به همه هوادارا تبریک میگم. سلامت باشید. آقای زمانی، تیم آقای شفر با آقای منصوریان این فصل استقلال دو جور بازی میکرد. یه جورش سبک آلمانی بود که با آقای شفر ارائه میداد، یه جوری که زمان آقای منصوریان انجام میشد. چه فرقی داشتین دو سال؟ تیم استقلال یه تیم بزرگه، تیم‌های بزرگ هم نیاز به مربی بزرگ داره. پس ما زمانی که آقای شفر وارد این تیم شد دیدیم کاملا تغییر کردیم و من همون زمان که تیم رتبه 16 رو داشت اعلام کردم این تیم در پایان فصل جزو سه تیم اول جدوله. کسی باورش نمی‌شد، همه شوخی فکر می‌کردن و دیدید که شد و جام قهرمانی رو هم گرفتیم و داریم میریم انشاءالله به سمت جام باشگاه‌های آسیا. آقای زمانی، شما خیلی منتقد بودی زمان علیرضا منصوریان به تیم استقلال. اگر آقای منصوریان بود و همون تیم نیم فصل اول ما می‌دیدیم استقلال، بازم قهرمان جام حذفی می‌شد؟ نه، ما در اون تیم اگر آقای منصوریان رو حفظ می‌کردیم حد اکثر رتبه‌مون هفتم یا هشتم بود. جام حذفی هم قهرمان نمی‌شد. قطعا جام حذفی رو نمی‌گرفتیم. به نظر تو چه فرقی کرد استقلال شفر با آیه شفر؟ ضمن اینکه سرمربی هست، یه مدیر توانا هم هست، تمام وقت در خدمت تیمه. تیم استقلال نیاز به کسی داره که تمام وقت وقتشو برای این تیم بذاره و از زمانی که ایشون اومد ما شاهد تغییرات اساسی در تیم بودیم و امیدواریم با تمدید قراردادش که امروز انجام شد ما جام بعدی رو بتونیم به زودی به هوادارامون تقدیم کنیم. آقای زمانی، شما خیلی منتقد بودید تو زمان هم آقای منصوریان. میخوایم ببینیم کس دیگه ای هم به غیر شما حمایت میکرد حرفای شما رو؟ من فقط در هیئت مدیره تک و تنها بودم و وایسادم رو حرفم تا حرفم رو به کرسی نشوندم و دیدید که نتیجه هم گرفتیم و هوادارام خوشحال شدن. خیلی خوشحال دلم. قربان شما. تبریکیم. قربان شما.